کشور چیزی به نام بم وجود نداره. آقای کریمی همه دستگاه های امدادی رو به سمت بم گسیل کنید. صدای من رو از یک تل خاک میشنوید. زلزله بم، مرگبارترین زلزله ایران. بامداد روز جمعه 5 دی ماه سال 82، ساعت 5:26 صبح، بم با خاک یکسان شد. تو این قسمت پرونده ای باز کردیم برای مرگبارترین زلزله ایران. زلزله بم که تو تاریخ ایران به عنوان یک حادثه دردناک ماندگار شد. زلزله ای با بیش از 50,000 قربانی. رادیو راوی، جمعه 5 دی ماه سال 1382، ساعت 5:26 صبح، بم 12 ثانیه لرزید. شهر بم کرمان عملاً با خاک یکسان شد. قبل از وقوع زلزله 3 پیش لرزه خفیف اتفاق افتاده بود که 2 لرزش حوالی ساعت 10:10 شب قبل و 3 45 دقیقه قبل از زلزله اصلی بود. اما لرزش اصلی ساعت 5:26 صبح اتفاق افتاد. صبح جمعه مردم خواب بودن، خوابی سنگین تو خونه های خشتی و گلی. زلزله اومد و همگی به خواب ابدی فرو رفتن. پیش لرزه های اتفاق افتاده هم اونقدر شدید نبود که باعث هشدار و ترس مردم بشه. گفته میشه تو بم از مدت ها قبل بوی نامطبوعی به مشام میرسیده. آب چاه ها و قنات ها گرمتر شده بوده و برخی از چاه ها پر آبتر و برخی کم آبتر شده بودن. همه اینها نشونه های فعالیت های غیر عادی زمین بوده. اما کی باور می کرد که اینها بخواد نشونه یکی از فجایع بزرگ جهان تو شهر بم باشه؟ زلزله 12 ثانیه طول کشید. برای زمین لرزه ای با قدرت 6.6 ریشتری، اون هم تو بافت فرسوده بم، 12 ثانیه حکم 12 ساعت رو داره. بم 12 ثانیه لرزید. 12 ثانیه ای که مرگ هزاران نفر رو در پی داشت. مردم تو خواب بودن و تا به خودشون بیان و بخوان فرار کنن، زیر آوارهای سنگین خشت و گل و آجر مدفون شدن. مادر راحت استراحت کن، میاریم بیرون. این فقط بم نبود که از شهر به ویرانه تبدیل شد. صدها روستا تا شعاع 30 کیلومتری بم همگی به تلی از آوار تبدیل شدن. زلزله با فاصله کم به سطح زمین و تو عمق 7.5 کیلومتری اتفاق افتاد. کانون زلزله هم فقط 4 کیلومتر با شهر فاصله داشت. همه اینها کنار هم یعنی یک فاجعه بزرگ. تو این شرایط مدیریت بحران ضعیف دولت و ناهماهنگی نهادها و نبود تجهیزات هم در وخیم‌تر شدن شرایط تأثیر گذار بود. نبود مدیریت بحران و پیش بینی نکردن اقدامات فوری برای این گونه رخدادها دست به دست هم داد تا مردم خودشون دست به کار بشن. عده‌ای از مردم تلاش می‌کردند تا بلکه بتونن عزیزانشون رو از زیر آوار در بیارن. اونهایی هم که پیکر نزدیکانشون رو پیدا کرده بودن خودشون اونها رو دفن کردند. برای همینه که هنوز آمار دقیقی از میزان تلفات زلزله بم وجود نداره.
چون مدیریتی نبود و هر کسی پیکر عزیزش رو جایی برد و دفن کرد. مردم ایران مثل همیشه یک دل شدن و به کمک زلزله زده ها رفتن، لوازم ارسال کردن و کمک های مالی جمع کردن. اما در این بین استاد محمد رضا شجریان برای زلزله زده ها و بازسازی بم فعالیت های گسترده ای انجام داد. فاجعه بس غم انگیز و دلخراش بود، زخمی جانکاه بر پیکر و جان و روان نشست، قربانیان بسیاری بر جای گذاشت. همه ایرانیان اندوه فاجعه را از سویدای دل گریستند، آوار خشک خاک بر جان همگان نشست. زندگی به کامتون باد، خاک پای شما شجریان. ایشون تو همون سال 82 کنسرتی به نام همنوا با بم توی تالار وزارت کشور برگزار کردن. این اجرا که تو چند شب برگزار شد با همراهی کیهان کلهر، حسین علیزاده و همایون شجریان بود و تمام درآمد حاصل از اون هم صرف کمک به زلزله زدگان بم شد. همینطور استاد شجریان برای ساخت نهاد فرهنگی باغ هنر بم پیش قدم شدن که چند سال بعد افتتاح شد. ما فعلا می‌خواستیم که اونجا یک تأسیسات ساخته بشه صرفاً برای آموزش و پرورش. فاجعه اونقدر بزرگ بود که نه تنها مردم ایران بلکه کشورهای دنیا هم به کمک ایران شتافتند. امریکا پیشنهاد کمک داد، به طوری که یک هواپیمای نظامی امریکایی برای اولین بار بعد از انقلاب تو خاک ایران بر زمین نشست. در مجموع 44 کشور دنیا برای عملیات امداد رسانی به کمک ایران اومدن. اسرائیل هم پیشنهاد کمک داد، اما دولت ایران حاضر نشد که این کمک رو قبول کنه. چند روز بعد از زمین لرزه یکی از اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا برای اولین بار به ایران سفر کرد، ولی عهد وقت بریتانیا، شاهزاده چارلز که همکنون شاه بریتانیا است. 6 روز بعد از زلزله یعنی 11 دی ماه رئیس شورای شهر بم گفت شمار تلفات بیش از 50,000 نفره. تو روزهای نخست هر کس به فکر خاک سپاری عزیزان خود بود و به وسیله لودر گودال‌های ایجاد می‌شد و اجساد به طور دست جمعی به خاک سپرده می‌شدند و کسی هم تو آمارگیری دخالتی نداشت. اما حجم و گستره ویرانی‌ها حکایت از تلفاتی بین 50,000 تا 70,000 نفر رو داره. توی این زلزله استاد ایرج بسطامی، خواننده نامدار و خوش صدای موسیقی اصیل ایرانی، هم از دست رفت. خسارت اقتصادی زلزله بم بیش از 2 میلیارد دلار برآورد شد. بعد از زلزله بسیاری از بازماندگان شهر بم رو برای همیشه ترک کردند. کشاورزی منطقه به شدت آسیب دید و هزاران هکتار نخلستان و باغات مرکبات خشکید و از بین رفت. در اثر این زمین لرزه 95% از سازه‌های شهر بم به کلی تخریب شدند. شرق بم و صدها روستا تا شعاع 30 کیلومتری به کلی به ویرانه تبدیل شد. در اثر این زمین لرزه بیش از 80% ارگ بم که بزرگترین سازه تاریخی خشتی جهانه تخریب شد. در ابتدای حادثه به دلیل اهمیتی که این ارگ داشت سریعاً تو فهرست آثار میراث جهانی در خطر یونسکو قرار گرفت. فوراً پروژه بازسازی ارگ بم که به عنوان یک میراث فرهنگی جهانی بسیار اهمیت داشت شروع شد و خیلی از کشورها هم تو جریان بازسازی اون شرکت کردند. ژاپن،
ایتالیا و فرانسه از کشورهایی بودند که از ابتدا همکاری کردند. ایران پیش از این هم زلزله‌های زیادی رو تجربه کرده بود. زلزله طبس که تو سال 57 و با قدرت 8.7 ریشتر اتفاق افتاد، بزرگترین زمین لرزه ایران از نظر قدرت بود. زلزله طبس هم فاجعه ای بزرگ بود، اما به اندازه زلزله بم تلفات نداشت. طبس ساعت 7:30 غروب لرزید و بم ساعت 5:30 صبح. همین ساعت وقوع زلزله بود که باعث مرگ هزاران نفر توی بم شد. البته قدرت 6.6 ریشتری زلزله و عمق کم و مدت طولانی لرزش و نزدیکی کانون زلزله به شهر هم عوامل دیگه‌ای بودند که باعث افزایش شمار قربانیان شدند. فاجعه این زمین لرزه در سده گذشته ایران بی‌مانند بود. از زلزله بم به عنوان مرگبارترین زلزله تاریخ ایران یاد میشه.